صندوق بین المللی پول به حکومت تاجیکستان باز تفسیر داده است که نرخ نیروی برق را بالا برده با این رو وضع مالیوی شرکت برق تاجیک را بهتر کند. قرض برق تاجیک علاقه به 32 میلیارد سومانی یا قریب 3 میلیارد دلار رسیده است و این شرکت تا رفت به باطلاق رسوایی یا بانکروتشوی فرو می رود. صندوق پول از حکومت تاجیکستان خواسته است برابر بالا بردن تعریف برق ضرر آن برای خانواده های فقیر و آسیب‌پذیر را جبران کند و پیش روی تاثیر منفی بالا روی نرخ برق را برای قشرهای آسیب‌پذیر حد الامکان بگیرد. ولی بالا بردن تعریف های نیروی برق که به حساب از پلیوس از سال 2010 به این طرف 12.5 مرتبه افزود، از 9 درم سال 2010 در سال 2019 به 22.66 درم برای 1 کیلووات برای اهالی رسانیده شد، تا امروز نتوانست به بهتر شدن وضع اقتصادی برق تاجیک مساعدت کند. بسیاری ها در تاجیکستان بر اینند که ریشه مشکل مالیوی برق تاجیک در نرخ برق یا قرض اهالی نیست، بلکه در این مشکل ریشه در فساد گسترده دارد که مثل ورم سرطان این شرکت بزرگ را از داخل خورده ایستاده است و روز رسوایش را تا رفت نزدیک میکند. به عقیده این گروه نرخ برق را در تاجیکستان هرقدر بالا کنند هم با چنین شرایط پر از فسادی که در داخل برق تاجیک وجود دارد آب ریختن برگ را خواهد ماند، چون که اکثر مبلغهایی که از فروش برق به دست می آیند این نظام فسادزده حاکم در داخل برق تاجیک همه را به فایده خود فرو می برد. حالا در تاجیکستان 11 تعریف مختلف پرداخت پول برق وجود دارد. اگر اهالی برای 1 کیلووات 22.66 درم پرداخت کند، کارخانه ها برای هر کیلووات 55.14 درم پرداخت می کنند. ولی نه همه. کارخانه آلومینسازی تورسونزاده که یکی از استفاده برندگان اساسی نیروی برق به حساب می رود، از ماه می تا سپتامبر برای هر کیلووات همگی 7.20 درم و از اکتبر تا اپریل 11.80 درم پرداخت می کند. موضوع بالا بردن نرخ برق در تاجیکستان در حال است که اینک 2 سال باز در فصل زمستان در مناطق دهات و قسمان حتی در شهرهای صنعتی این کشور لیمیت برق جاری کرده می شود. لیمیت آخرین از اول ماه فوریه تا عید نوروز ادامه داشت.